از ما خطای در ترجمه خواسته شده. زمانی که ما به این سوال نگاه میکنیم، خب در گزینه یک ترجمه عربی رو داریم و ترجمه کرده برامون، در گزینه دو اومده و ترجمه کرده. من نکته رو اول میخوام به دوستان بگم. بچه، منصوب بودن در عربی یکی از نشانه هاش فتحه و تنوین نسبه. به این میگن اسمایی که این نشان رو دارن میگن اسمایی منصوب با این نشان. ولی خب عوامل دیگه هم در منصوب بودن اسما دخیلن. مثلا اسمهای مثنا که دو نفر یا دو عدد هستن، وقتی منصوب میشن با یه اونون کسردار منصوب میشن، مثلا معلمینه، مسلمینه. جمعهای مذکر سالم با یه اونون فتحدار مثل مسلمینه، مؤمنینه منصوب میشن. و جمعهای مؤنث سالم با آته و آتن، یعنی به جایی که فتحه بگیرن ا میگیرن، کسره میگیرن. اصطلاحا میگیم در جایی هایی که جمع های مؤنث وجود داره، خانم ها با هم جمعن، میگن آقا بالا سر نمیخوایم، یعنی ا نمیخوایم، همیشه ا نیاز داریم. جمع مؤنث آقا بالا سر نداره و کسره داره. خب عینه، اینه و آته و آتن، اینها نشان منصوب بودن. اصطلاحا به اینها گفته میشه اعراب فرعی. این تیکه اعراب فرعی است، یعنی این اعراب اصلیه و اینها معادلش هستن، اعراب فرعی هستن. خب به این سوال دقت بکنید، گزینه دو رو ببینید. ینفع الاخرین، خب اگر من اینجا فعل رو دارم، سواله که آیا آخرین فاعل من هست یا مفعول من؟ خب مسلما مفعول ها هستن بچه‌ها که اعراب و حرکتشون منصوبه، مفعول ها همه منصوبن، پس من آخرین رو باید به عنوان مفعول در نظر بگیرم. اگر مفعول باشه، پس به ترجمه نگاه کنیم، بهترین مردم کسی است که ینفع الاخرین، پس من باید آخرین رو با را معنی کنم، بگم دیگران را سود میرساند یا به دیگران سود میرساند، نه اینکه دیگران از او سود میبرند. اینجا دیگران رو فاعل ترجمه کرده، در صورتی که به دیگران سود میرساند، این ترجمه صحیح هست. پس از ما خطا خواسته شده و جواب قاطعانه گزینه دو خواهد بود.